بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم من الان الى قیام یوم الدین. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما عزیزان بیننده شبکه امام حسین علیه السلام، شما خوبان، شما حسینیان، شما عاشقان آقا ابا عبدالله حسین علیه السلام که باز هم مهمان کربلای معلا هستید از پنجره شبکه امام حسین و برنامه سرزمین عشق. مفتخریم از اینکه در این مکان مقدس نائب زیاره شما خوبان هستیم و الحمدلله حقیقتا این شکر رو باید همه ما به جا بیاریم که خدای عزوجل بر ما منت نهاده و باب اتصال ما به این مکان مقدس، به حرم باصفای آقای امام حسین، آقا ابا عبدالله حسین، آقا ابوالفضل عباس علیه السلام قطع نشده، حداقل از طریق دوربین های شبکه امام حسین علیه السلام به صورت 24 ساعته با 5 زبان گنبد و بارگاه آقای امام حسین علیه السلام و فضای کربلا به صورت زنده تقدیم حضور جهانیان میشه تا باشد تا این ارتباط با اولیاء خدا باعث بشه دلهای مردم در اقصا نقاط جهان بیشتر به اهل بیت عصمت و طهارت گره بخوره. حقیقتا روزگار سختی رو داریم سپری میکنیم و هرچه بیشتر میگذره این ایمان قویتر میشه که داریم به روز رهایی نزدیکتر و نزدیکتر میشیم. انشاءالله که خدا به ما توفیق بده از یاران با وفای آقای امام زمان اجل الله تعالی فرجه شریف باشیم و فراموش نکنیم که اگر با آقای امام حسین علیه السلام میگفتیم یا لیتنی کنتو معک فافوز فوزا عظیما، الان دور و زمانه آقا بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفداست و باید بدونیم در ایام غیبت و ایام نزدیک به ظهور اون حضرت انشاءالله چه رفتاری باید داشته باشیم، چگونه باید مبلغ تشیع راستین باشیم. نگاه نکنیم به کسانی که در هر لباس و مقام و پست و چهره و ظاهری که هستند شاید با رفتارشون تیشه به ریشه اسلام و تشیع میزنند، کار به اونها نداشته باشیم و بگیم حالی که اونها اینطوری هستند پس دیگه از ما کاری بر نمیاد. نه، هر کدام از ما مسئولیم. کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته. اگر هر کس به اندازه خودش تلاش کنه و در توان خودش این مسئله رو بگنجونه که وظیفه من نسبت به آقا بقیت الله چی هستش و با بهترین نحو اون رو اجرا و عملی بکنه، مطمئنن اندالله سرفراز خواهد بود. اجازه بفرمایید برنامه امشب رو هم شروع بکنیم، برنامه سرزمین عشقی که مزین به نام روزگار رهایی است و ارتباط داره به بحث ظهور و وجود نازنین و مقدس آقا بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین و تراب مقدم الفدا. و اگر ارتباط ما با کارشناس عزیز برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین شیخ علی اکبر مهدی پور ارتباطمون اگر برقرار هست، اجازه بفرمایید از طرف خودم و شما خدمت این استاد گرانقدر عرض سلام و ادب داشته باشم. آقای مهدی پور سلام عرض میکنم خدمت شما و وقتتون بخیر باشه ان شاء الله. علیکم السلام و رحمت الله، سلامکم ان شاء الله. ممنونم، تشکر، عرض ادب و ارادت. خدا حفظتون بکنه ان شاء الله. دوست دارم امشب هم اگر زحمتی نیست برای شما سلام عاشقان حسینی، سلام بیننده های شبکه امام حسین علیه السلام از قم به نیابت از همه بیننده ها از قم و از زبان شما خدمت آقای امام حسین، آقا ابوالفضل عباس علیه السلام باشه. من سال امر میکنم ولی حضرت آلونزا نزدیکتر رو به گنبد خیلی بهتره. پس من با در حقیقت اطاعت میکنم فرمایشات ساله رو، بنده سلام میدم و انشاءالله که نائب و زیاره همه شما خوبان هستم در کربلای معلا. یا الله. آقا ابا عبدالله الحسین، سرور و سالار شهیدان، الان چشم دنیا به سمت گنبد و بارگاه شما، چشم جهانیان منتظر قدوم منجی عالم بشریته، چشم جهانیان منتظر قدوم نواده شماست. یا ابا عبدالله، ما یاد گرفتیم که دعا تحت قبه شما مورد اجابت قرار میگیره و شما این گونه ما رو تربیت کردید. عرض ادب میکنیم خدمت شما و هر وقت تحت قبه شما حضور پیدا میکنیم برای فرج فرزند صالح شما
آقا بقیت الله العظم از ته دل دعا میکنیم شما هم واسطه بشید و انشاءالله این ایام چشم ما، چشم گناهکار ما به جمال بیمثال آقا صاحب الزمان روشن بشه. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین، السلام علیک یا ابن فاطمة الزهراء سیدة نساء العالمین، السلام علیک و علی الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، فلا جعله الله اخر العهد مني لزيارتك. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين. عرض ادب بکنیم خدمت باب الحوائج سقای دشت کربلا ابوالفضل عباس علیه السلام. آقا ابوالفضل عباس سلام عرض میکنم خدمت شما. شما باب الحوائجید. آقا ابوالفضل الان یک دنیا تشنه عدالتند. اگر در روز عاشورا در سرزمین کربلا خیمگاه آقا ابو عبدالله الحسین تشنه آب بودند و جهانیان احساس دوری می کردند و واقعا دور بودند از اهل بیت عصمت و طهارت و با اون دوریشون خون مظلومترین و پاکترین بنده خدا بر روی زمین رو ریختند، در این روز و در این ایام جهان متوجه این مسئله شده که هیچ ملجأ و مأوایی غیر از خدای عزوجل و فرستادگان او نداره. جهانیان تشنه عدالتند و شما سقای تشنگانید. یا ابوالفضل عباس عرض ادب میکنیم خدمت شما و شما رو واسطه قرار میدیم بین خودمون و خدای عزوجل تا با دو دست بریده خودتون دعا بکنید که خدا تعجیل در فرج آقا امام زمان قرار بده. السلام علیک یا باب الحوائج، السلام علیک یا ساقی العطاشا، السلام علیک یا حامل لواء الحسین، السلام علیک یا قطیع الکفین، السلام علیک یا کاشف الکرب عن وجه الحسین، اکشف کربنا بحق اخیک الحسین و رحمت الله و برکاته. خدا شاهده هر وقت که روبروی حرم باصفای آقا امام حسین آقا ابوالفضل عباس علیه السلام میستیم، از اینکه نایب الزیاره شما خوبان هستیم احساس خوبی بهمون دست میده، ولی همون لحظه هم بار سنگینی نگاه ها و انتظارات بینندگان عزیز بر دوش ما سنگینی میکنه، باری که حقیقتاً خودم هر وقت حرم آقای امام حسین علیه السلام میرم با این شرایطی که متاسفانه مردم جهان از رسیدن به این اماکن مقدس دستشون کوتاه هست، وظیفه خودم میدونم تا با سوز بیشتر و توجه بالاتر و بیشتری خدمت آقای امام حسین علیه السلام شرفیاب بشم و صدای من صدای بینندگان و عزیزانی باشه که الان دستشون از اماکن مقدسه و حرمهای مطهر اهل بیت عصمت و طهارت دور هست. حتی زبون آدم میگیره از اینکه بخواد نایب الزیاره تمامی مسلمانان باشه. مسئولیت بسیار سنگینی بر عهده ما نهاده شده و انشالله از خدا میخوایم که ما رو در این مسیر موفق کنه و به ما این قدرت رو بده که بتونیم زبان ناطق عزیزانی باشیم که از دور و نزدیک التماس دعا گفتن. حقیقتا خیلی سخته، خیلی سخته.
حاج آقای مهدی پور، خیلی ممنونم از اینکه امشب هم در خدمتتون هستیم و وقت شریفتون رو به ما و بینندگان عزیز اختصاص دادید. طبق روال شب‌های گذشته بحث ما بحث روزگار رهایی، این کتاب ارزشمند که در باب آقا بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا و ظهور ایشون و حکومت ایشون هست. قرار انشاءالله راجع به این کتاب و راجع به مطالبی که در این کتاب هست با توجه به آنچه در حال حاضر در جهان اتفاق میفته هستیم و قرار انشاءالله راجع به این مسئله صحبت بکنیم. خب ما اجازه هم من اینطور وارد بحث بشم، چون بالاخره برنامه و قسمت‌های ابتدایی از این سلسله مباحث ما هست. حدیث معروفی هست که می‌فرماید من مات ولم، یعنی آقا رسول الله می‌فرمایند که من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتت الجاهلیه، هر کس بمیرد و امام زمان خود را نشناسد بر مردن جاهلیت از دنیا رفته. مطمئنا مهمترین وظیفه ما در عصر غیبت آقا بقیت الله این هست که حضرت رو به خوبی بشناسیم. حالا چه شناخت شناسنامه‌ای، چه شناخت و معرفت نزدیکتر، حتی معرفت نورانی. ممنون میشم اگر امشب رو راجع به شناخت حضرت و اینکه ما چطور حضرت رو بهتر بشناسیم از جنبه‌های مختلف و اینکه چطور خودمون رو بیشتر به حضرت نزدیک بکنیم صحبت بفرمایید و ما رو مستفید بفرمایید از آنچه راجع به آقای امام زمان بیان میفرمایید. در خدمتون هست. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی اشرف انبیائه و افضل سفرائه و علی آله الهداة المهدیین المنتخبین المنتجبین و لن دایم علا اعدائهم اجمعین و بعد فقط قاله علیه الصلاة و السلام المهدی من ولدی اسمه اسمی و کنیتو کنیتی اشبه ناسبی خلقن و خلقن. دیشب اولین حدیث را از کتاب شریف روزگار رهایی تقدیم نمودیم، اما دومین حدیث در این کتاب این حدیث شریف است که آقا رسول الله فرمودن مهدی از اولاد منه، نامش هم نام من، کنیش هم کنیه من و از همه شبیه‌تر است به من در خلق و خلق از لحاظ سیرت و صورت. این حدیث شریف الامام و تبصره پدر شیخ صدوق، صدوق اول ابن بابوه صفحه 120. در این چه این حدیث بسیار حدیث ظریف و لطیفی هست شکی نیست. در این حدیث سه تا ویژگی در مورد آقا بقیت الله بیان شده. یکی از این چه اطرت پیامبره، دوم این چه همنام پیامبر و همکنیه پیامبره، سوم این چه از آز سیرت و صورت شبیهترین مردمان است به آقا رسول الله. در این زمینه احادیث خیلی فراوانه. آیت الله عظمای صافی گلپایگانی در کتاب ارزشمند منتخب الاثر 407 حدیث آورده، همش به این مضمون که او همنام پیامبر و همکنیه پیامبر. یعنی در این زمین حدیث 10 تا 20 تا 30 تا 40 تا 50 تا نیست، بلکه بیش از 400 تا. این هم به عنوان یک ادعا نیست، موجوده در این کتاب شریف، این آمده در جلد دوم صفحه 125 به بعد. برخی از این احادیث از کتاب‌های نقل شده که مؤلف اونها قبل از ولادت آقا امام زمان زندگی کردند، حتی قبل از ولادت امام زمان از دنیا رفتند. به عنوان یک مثال یک کتاب ارزشمندی به نام الفتن تألیف آقای نعیم ابن حماد میروزی که در 229 فوت کرده، یعنی 26 سال قبل از میلاد آقا بقیت الله این مؤلف از دنیا رفته، 5 حدیث ایشون نقل کرده به این مضمون که اسمه و اسمی و کنیت و کنیتی. و یکی دیگر از کتاب مسند احمد حنبل، احمد حنبل در 241 فوت کرده، یعنی 14 سال قبل از ولادت آقا بقیت الله از دنیا رفته. احمد شخص معروفیه،
احمد حنبل یکی از چهار امام اهل سنت حنفی، حنبلی، مالکی و شافعی میگیم، حنبلی ها پیرویشون هستن. یعنی اگر الان 1 میلیارد اهل سنت در روی زمین باشد، حدودا 250 میلیون از اونها پیرو احمد حنبل هستن. کتابشون المسند گسترده ترین کتاب حدیثی اهل سنته. در این کتاب بیش از 160 تا حدیث راجع به آقا بقیت الله دارد. در جلد اول صفحه 84 نقل می کند که المهدی من اطرتی من ولد فاطمه، مهدی از اطرت منه و از بطن حضرت فاطمه زهرا. حدیث دیگر داریم به این مضمون، به جهت یه نکتهش عرض می کنم، المهدی حق بون و هو من ولد فاطمه، مهدی حق است از نسل حضرت فاطمه زهرا. این حدیث را 4 نفر از صحیح مسلم نقل کردند. یکی آقای ابن حجر که در 974 وفات کرده، در کتاب السواق المهرگه صفحه 163. یکی آقای متقی هندی که در 975 وفات کرده، در کنز الاموال جلد 14 صفحه 264. یکی آقای ابن صفان که در 1206 فوت کرده، در کتاب اسعاف الراغبین صفحه 145. و یکی حسن ادوی حمزاوی متوفای 1303 در مشارق الانوار صفحه 112. این 4 نفر که هر 4 تا از بزرگان اهل سنت هستند، این حدیث را به نقل صحیح مسلم نقل کردند. در حالی که در صحیح مسلمی که الان دست ماست این حدیث نیست. یعنی چهار شخصیت در قرنهای نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم این حدیث را نقل کردن. و این 4 نفر حدیث را دیدن اونجا، با سلسله رواتش نقل کردن. پس چه شده؟ یعنی هنگامی که کتاب ها را آلایش میکنن، احادیثی که به نفع ما هست ازش حذف میکنن، این حدیثی شرم از صحیح مسلم حذف شده. اگر چی در صحیح مسلم احادیثی داریم راجع به آقا بقیت الله، ولی چرا این حدیث با اینکه 4 تا شخصیت از استوانه های علمی اونها نقل کرده الان وجود ندارد؟ پس بنابراین اینی که از نسل پیامبر قطعیه و گفتیم 407 تا حدیث در این رابطه داریم. فراز دوم اسمه و اسمی و کنیت و کنیته، نامش هم نام منه، کنیش هم کنیه منه. آقا رسول الله نامش مشخصه و کنیش هم مشخص. در 54 حدیث که آیت الله صافی در منتخب الاثر آورده جلد 2 صفحه 131 به بعد، در 54 حدیث این آمده که هم نام منه و هم کنیه منه. آقای مهدی پور، عذر میخوام اگر از من سوالی بپرسم از حضرت عالی، عذر میخوام. فرمایید که خب در احادیث بسیاری ذکر شده که آقا بقیت الله نامشون هم نام آقا رسول الله و کنیهشون هم کنیه آقا رسول الله صلی الله علیه و آله هست. در جاهای دیگه میبینیم که شیعیان سفارش شدن که نام آقا بقیت الله رو به زبان نیارن. خب الان شما هم فرمود که مشخص، خب نام آقا رسول الله چی بوده و کنیه ایشون چی هستش، چه سری هست؟ آیا این در حقیقت دستور به شیعیان که نام آقا بقیت الله رو، نام خودشون رو، نام در حقیقت صریحشون رو بیان نکنند، آیا این دستور مربوط به بازه زمانی خاصی بوده یا اینکه نه دائما این در حقیقت هست و نباید نام ایشون رو بیان کرد و به همین مقدار اکتفا کرد که نام ایشون هم نام آقا رسول الله و کنیه ایشون کنیه آقا رسول الله هستش؟ بله، عرض به مصدر مقدس من به تو چه اشاره فرمودی، وقتی میگم هم نام پیامبر مشخص میشه پیامبر نام مقدسشون محمده، نام دیگرشون احمده، کنیهشون ابوالقاسمه. اما در اون زمان از این نهی شده، برای اینکه اسم حضرت سر زبان ها نیفته، دنبال حضرت نگردن. اما در زمان ما مراجع فتوا دادن، گفتن که در زمان ما بردن نام حضرت اشکال ندارد. در گذشته خیلی ها به این مسئله اهمیت دادن، مثلا مرحوم کلینی در کافی شریف هر کدام نام آقا بقیت الله به عنوان
اسم صریح آمده شو نوشته میم هی میم دال یعنی مقطع کرده تقطیعش کرده چه تا بالاخره اون نام بر زبان نیاد و بعضی از بزرگان مثلا مرحوم میر داماد کتابی نوشته به نام شرعت و تسمیه یعنی حرام بودن بردن نام سری آقا بقیت الله در مقابل مرحوم صاحب وسائل شیعه شیخ قر عاملی کتابی نوشته به نام کشف و تعمیه فی حکم تسمیه اونجا گفته نه هیچ اشکال ندارد زمان ما و 196 حدیث آورده که در اونها نام حضرت به صراحت در دعاها زیارتها و احادیث از معصوم آمده مثلا در همه دعای شریف آل یاسین که به دنبال آخر آل یاسین دعا دارد اونجا نام حضرت به صراحت آمده پس بنابراین در زمان ما اشکال ندارد و ما نظر ما اینه که هر کجا از معصوم رسیده ما لزوم نداره که تقطیعش کنه بگه میم هی میم داد ولی هر کجا از معصوم نرسیده خودمون تلفظ نکنه به احترام احادیثی که در این زمینه وارد شده بسیار عالی خیلی ممنون اما راجب اسامی هست مرحوم محدث نوره 182 نام برای آقای امام زمان نقل کرده و ما در طول حدود 40 سالی که در این زمینه قلم میزنیم بیش از 1000 حدیث 1000 نام برای آقای امام زمان در احادیث در ادعیه و در زیارت پیدا کردیم منتها اونی که مطرحه که نباید به زبان آورده بشه همون نام مخصوص هست چه همون نام آقا رسول الله آقا رسول نام هایی دارد که مهمترین اونها نامش از ماده حمده به. احمد، محمد، محمود اینا نام های آقا رسول الله چه در میان اینها محمد از همه مشهورتر سوره محمد در قرآن و ما محمدون باز بر آیه شریفه به صراحت آمده حدیثی از آقا رسول الله راجع به اسامی آقا امام زمان داریم که اسمه احمد و عبدالله و المهدی سه تا نام حضرت برای امام زمان آورده احمد عبدالله و مهدی تهازهی اسماؤه سلاستها فرمودن این سه تا نام مال امام زمان علیه السلامه در غیبت شیخ طوسی صفحه 454 و صفحه 470 متاسفانه این آقایی که ادعا کرده من یمانی هستم بله. این آمده ادعا میکنه که امام زمان جمع هست من وکیل او هستم و پیامبر از من نام برده چی میگه احمد منظور من هستم عبدالله من هستم و مهدی هم من هستم بعد میگه که نه بیش از این ادعا میکنه میگه حضرت فرموده و من البصرت احمد احمد از بصره و من چون اهل بصره هستم و نامم احمده یعنی در الجواب المنیر ابر الاسیر جلد اول صفحه 65 گفته ولی اونی که ما در حدیث داریم و من البصرت عبدالرحمن ابن عطف ابن سعد و احمد ابن ملیه و حماد ابن جابر سه تا نام اونجا آمده در کتاب دلائل الامامه صفحه 574 در اونجا احمد مطلق نیست که به ایشون شامل باشد و یا احمد حسن نیست یا احمد اسماعیل نیست بلکه احمد ابن ملیه و هیچ رفتی به ایشون پیدا نمی کنه ایشون را تحریف کرده برای خودش تطبیق کرده و تحریف دیگری انجام داده گفته امیرالمومنین در میان انصار امام زمان از من یاد کرده و فرموده الا و این اولهم من البصره اولین یار امام زمان از بصره است و من چون اهل بصره هستم این به من مربوطه نه در الوصیت المقدسه صفحه 65 آورده باز این حدیث هم تحریف کرده متن حدیث اینه ان اولهم من اهل بصره و آخرهم من الابدال نخستین اون یاران از بصره و آخرشون از ابدال اگه تا اینجا بود میتونست ادعا کنه ولی ادامه داره فالذین من اهل البصره رجلان
اون اعوان و انصار امام زمان که اهل بصره هستند دو نفره، اسم احدهما علی و الاخر محارب، یکیشون علی نام دارد دیگرم محارب نام دارد. اولا این حدیث هیچ اعتبار ندارد. چرا اعتبار ندارد؟ این در کتاب خطبت البیان است که منصوب به امیر المومنینه. این کتاب ثابت نشده، حتی مرحوم جعفر مرتضی کتاب مستقلی نوشته در رد این کتاب. حتی اگر بپذیره در اینجا هست علی و محارب، دیگه اسم حسن در اینجا نیست یا احمد حسن در اینجا نیست. حاجی مهدی پور، راجع به همین مدعو احمد الحسن که خودش رو یمانی ذکر کرده و بیان کرده، همین اندازه در رد ادعای کذب او کفایت میکنه که یمانی میاد و در حقیقت مردم رو به آقای امام زمان رغبت میده و هدایت میکنه، ولی این شخص الان داره برای خودش یار جمع میکنه و در حقیقت حتی در برخی بیانهای خودش رو اصلا امام زمان معرفی کرده. بله، اخیراً هم ادعا کرده که هر کجا مهدی گفتن مربوط به امام زمانه، هر کجا قائم گفتن به من مربوطه. و هی اینها را به شکلهای مختلف، مثلا همین نامی که اینجا هست علی و محارب، میگه علی کیه؟ وصی حضرت پیامبر. من کیم؟ وصی امام زمان. و اون کنایه از منه، یعنی پیامبر نمیتونست بگه چه احمد، گفته علی، اشاره کرده به من. چون علی علیه السلام وصی پیامبره. یک کتابی مسجد مقدس جمکران چاپ کرده، یه مقدمه هم از ما اونجا هست. کتاب بسیار ارزشمنده به نام رسول ابلیس. از اول تا آخر همه تحریف‌های ایشون را اونجا توضیح داده، بیان کرده. و هر تحریفی که از ایشون نقل کرده اون نسخه اصلی را پیدا کرده. مثلا دو تا شاپ از کتابخانه‌های حکیم نجف اشرف پیدا کردم و اونا را اثبات کردن که ایشون همش اهل تحریفه، اهل تدلیسه، چیزی را به صورت صحیح نیاورده. اما اینجا میان بگه علی کیه؟ حضرت علی امیر المومنه، وصی پیامبر. من کیم؟ من وصی امام زمان. اولا میگه آیا وصی قبل میاد یا بعد میاد؟ بعد میاد. یعنی اشکالا برشون وارده یکی دوتا نیست. بله. بعد میگه چه منظور از محارب؟ یعنی مجاهد، و من مجاهدم، در راه امام زمان جهاد میکنم. اولا در این حدیث علی و محاربه و تعبیر رجلان، یعنی دو نفر، ایشان اصل علی را به خودش تطبیق میکنه و محارب را به عنوان وصف میاره. در کتاب الیمانی الموعود حجت الله صفحه 138. آقای مهدی پور، اگر اجازه جانم عذر میخوام، اگر اجازه بفرمایید، اگر اجازه بفرمایید با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد یک میان برنامه مختصر رو ببینیم، بعدش برگردیم سراغ ادامه بس که این قسمت جالبی که فرمودید رو بعد از میان برنامه با اجازهتون ببینیم، اگر اجازه هست. زنده باد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. تا به خاک قدمت روی نیاز است، مرا کعبه کوی تو خلوتگه راز است مرا. با وجود تو نظر بازی بی گهیم راز و نیاز است مرا.
خوشایند لیکن دیدن روی تو روی تو خوشتر ز حجاز است مرا دیدن روی تو خوشتر ز حجاز است فرا فخر ظاهر همه از مسجد و محراب بود طاق ابروی تو محراب نماز است الله اکبر. یعنی میشه امسال سال ظهور آقای امام زمان باشه؟ پیش خدا که دور و سخت نیست. من میگم بیایم نذر بکنیم، بیایم یک نذر بکنیم و از خدا بخوایم که اگر امسال سال ظهور آقای امام زمان بود، ما به اون نذرمون در حقیقت عمل بکنیم و اون رو ادا بکنیم. نمیدونم، هر کسی در توانش شاید یک مطلبی باشه و یک نذری بتونه بکنه، ولی بیایم واقعا یک نذری بکنیم از ته دل که ای خدا، اگر امسال سال ظهور آقا بقیت الله بود و ماه گناهکار، چشمای گناهکارمون به جمال بیمثال آقای امام زمان روشن و منور شد، اون موقع اون نذر رو ادا بکنیم انشاءالله. حاجی مهدی پور در خدمتون هستیم. فرمود که جالب قضیه چیه که حالا این آقا که این ادعاها رو میکنه؟ جالب آیه جمله که تمام کنم قصد. کارنامه احمد حسن را ایشون ادعا کرده که به من خبر دادن از من که اول کسی که به حضرت ملحق میشه از بصره است. ولی جالب این است که حدیث اینه، میگه ما من بلدتن الا یخرج معه منهم طایفه، هیچ شهری در عالم نیست جز اینکه ایده ای از اون شهر در خدمت آقا بقیت الله خروج میکنه الا اهل البصره، به جز اهل بصره. عجب. از هر شهر یاورانی هستند الا بصره، فانه لا یخرج معه منها احد، هرگز یک نفر از بصره به همراه امام زمان نخواهد بود. این حدیث در بهار الانوار جلد 52 صفحه 307. پس نام حضرت را عرض کردی، کنیش هم معلومه چه، ابوالقاسم. آقای امام زمان کنیه های مختلف دارد، مثلا ابو جعفر و حدود 20 تا کنیه ما براش نوشتیم، اما مشهورترین ابوالقاسمه. در اینجا یه نکته عجیبیه، آقا رسول الله فرمودن هیچ کس حق ندارد نام و کنیه مرا بر خود انتخاب کند، یعنی برای اینکه جلو ادعاها گرفته بشه. یعنی اگه کسی نامش محمده نمیتونه کنیه ابوالقاسم داشته باشد، اگر کسی کنیهش ابوالقاسمه نمیتونه نام محمد داشته باشد، جمع بین این دوتا جایز نیست. لا اهل لأحد ان یتکنا بکنیته ولا یسمى باسمه، من به احد اجازه نمیدم که نام مرا برگزیند و کنیه مرا هم بر خود انتخاب کنه الا مولود لعلی، مگر یکی از فرزندان امیرالمومنین من غیر ابنت فاطمه، چون از حضرت فاطمه نیست، از همسران بعدیه. فقط نحل توهو اسمی و کنیته، من نام خودم و کنیم را به ایشون بخشیدم. این در سیر اعلام نبلا جلد 4 صفحه 115. این همین حدیث از طریقش هم آمده که یا علی سیولد لک ولدون، علی جان یه فرزند خدا به شما عنایت میکند، نحل توهو اسمی و کنیته، من اسم خودم را و کنیم را به ایشون بخشیدم. بهار الانوار جلد 18 صفحه 112. اما بخش سوم این حدیث شریف، اشبه ناس بی
خلقن و خلقن از همه به من شبیه تره در خلقت یعنی سیرت و در خلق در صورت و سیرت. در حدیث دیگر از این ظریف تره او شبیه ترین مردمان است به من خلقن و خلقن و منطقن از لحاظ سیرت و صورت و گویش. اینم در کفایت الاثر صفحه 11. مهمترین شاخصه رسول الله رحمتن للعالمین بودنه، چون قرآن خیلی تاکید کرده به بیانات مختلف. در لوحی که از طرف خداوند به صورت یک تابلو برای آقا رسول الله رسیده، حضرت پیامبر را به حضرت زهرا بخشیده، ولی زال لوح فاطمی نام گرفته. ما میدونیم که مثلا دعای کومه از امیر المومنینه، میگم دعای کومه چون حضرت علو را به کومیل تعلیم کرده، یا مثلا میگم که دعای حمزه ابو حمزه سوماله چون به ابو حمزه بیان شده به لذا به نام ایشون مشهور شده. و اینجا هم این لوح به نام حضرت فاطمه زهرا است چون پیامبر به ایشون اعطا کرده. در اونجا آمده رحمتن للعالمین، از آقا بقیت الله به عنوان رحمتن للعالمین تعبیر شده در کتاب اختصاص شیخ مفید صفحه 212. در زیارت آل یاسین که همیشه میخوانیم از ناحیه مقدسه صادر شده از اون حضرت الرحمت الواسعه رحمت گسترده تعبیر شده، احتجاج تبرسی جلد 2 صفحه 493. آقای امام صادق میفرماید وقتی که آقا بقیت الله ظهور میکند خطبه میخواند، در اون خطبه از رحمت واسعه پروردگار سخن میگوید و در پایان میفرماید انا تلک الرحمه، اون رحمت گسترده پروردگار من هستم. بهار الانوار جلد 53 صفحه 11. نفس زکیه در خطابه چه در میان رکن و مقام ایراد میکند، اونجا میفهمد ایها الناس من فرستاده فلانی هستم، یعنی از صفحه آقا بقیت الله هم. او به شما میفرماید ما اهل بیت رحمتیم و معدن رسالتیم. باز اونجا تعبیر اهل بیت رحمت بهار جلد 52 صفحه 307. اما متاسفانه تمام دنیا تلاش کردن که آقا بقیت الله به عنوان مظهر خشونت معرفی کنند. مرجع بزرگوار آیت الله عظما سید صادق شیرازی کتاب ارزشمندی دارد به نام شمیم رحمت. اونجا 50 حدیث جمع‌آوری کرده در مورد روایات خشونت و اثبات کرده همین ها دروغه و آقا بقیت الله مظهر رحمت پروردگاره، هرگز خشونت برایشون نمی آید. اینا نعوذ بالله نعوذ بالله امام زمان را با امثال حجاج ابن یوسف عوضی گرفتن. اون احادث به قدری مزخرف است که من نمیخوام که به زبان بیارم، نمیخوام که به گوش کسی بخوره. اما آنچه مسلم است او مظهر رحمت پروردگاره. عزیزانی که این کتاب را ندیدن حتما تهیه کنن و اون را ببینم که در صد یک مرجع این احادث را چگونه بررسی کرده و اثبات کرده چنان دروغ است و حضرت مظهر رحمت و رأفت پروردگاره. یکی از عزیزان ما که مؤلف بسیار بزرگوار و محقق توانمندی بوده که امروز چله ایشان است، خواستم به بهانه ازشون نامه برم، مرحوم استاد سید هادی خسروشاهی، چون یک کتاب ارزشمندی دارد به نام مصلح جهانی. ایشان هم در این کتاب این بحثا رو آورده و اثبات کرده که آقا بقیت الله مظهر رحمت پروردگاره. ایشان همیشه سفرهای مختلف فراوانی داشته، مثلا در الجزائر، در مصر، در جاهای دیگر ایتالیا و غیره حضور داشته و اونجاها تمام شبهاتی که مستشرقان یا ناسبی ها به آقا بقیت الله شبه ایجاد کردن و به حضرت جسارت کردن دونه دونه
خیلی منطقی رد کرده. خدا ایشان هم غریق رحمت بفرماید همه مدافعان حریم اهل بیت را که از دنیا رفتن با اهل بیت محشور بگردانند. و امیدوارم انشاءالله در این برنامه که از کربلای معلا به دنیا اعلام میشه، اینها عزیزانی که این برنامه ها را میبینن همه اینها اسمشون در دفتر فائزین به لقای آقا بقیت الله ثبت و ضبط بشود انشاءالله. فردا شب که شب نیمه شعبانه و یقینا امام زمان در شب نیمه شعبان در کربلا حضور فیزیکی دارن، چون نیمه شعبان شب نیمه شعبان شب زیارت امام حسینه و تمام دنیا مثل کف دست امام زمانه، امکان ندارد در چنین شبی آقا بقیت الله در کربلا نباشد. خوش به حال شما عزیزانی که انشاءالله فردا شب در حرم مطهر آقا امام حسین در جای نفس میکشید که دیگه آقا بقیت الله در اونجا نفس میکشند. ما محرومان را چه از بالاخره محروم شدیم از این فیوزات اونجا یاد کنید و خدا انشاءالله هرچه آقا امام زمان فردا شب در حرم آقا امام حسین دعای خیر کند شامل همه عزیزانی که الان زحمت میکشن، اونهایی که اونجا برنامه اجرا میکنن، اونهایی که پشت صحنه زن، اونهایی که تلاش میکنن و اونهایی که برنامه را از راه های دور و نزدیک مشاهده میکنن به همشون شامل بفرماید به برکت عنایات آقا بقیت الله، اونم به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. انشاءالله ما همگی آرزومون همین هست که حتی قبل از ظهور آقای امام زمان چشمون به جمال ایشون روشن بشه و اگر توفیق داشته باشیم از یاران اون حضرت باشیم انشاءالله واقعا این افتخاری است برای ما. حاجی مهدی پور، ما تقریبا 5 دقیقه تا پایان برنامه هنوز فرصت داریم و دوست دارم بیشتر از بیانات حضرت عالی مستفید بشیم. راجب اگر امکان داره راجب حکومت آقای امام زمان، اگر حالا شاید فرصت نشه مفصل راجب این زمینه صحبت کنیم، ولی حداقل به عنوان مقدمه راجب آنچه که شاید بخوایم در جلسات بعد راجب حکومت آقای امام زمان صحبت بکنیم، اگر یک مقدار هم مطالب ارزنده رو بیان بفرمایید ممنون میشم. انشاءالله توفیق باشه مفصلا بحث میکنیم. الان در این 2-3 دقیقه این را عرض میکنیم که احادیث فراوان داریم که قبل از ظهور آقا بقیت الله اونقدر حوادث، اونقدر بلایا بر مردم فشار میاره که احیانا میرن سر قبر عزیزان میگن که یا لیتنی ای کاش من جای تو بودم، یا لیتنی مکانک، ای کاش من مرده بودم و جای تو. یعنی از بس بلاها، گرفتاری ها، اخیراً اعلام کردن که یک نفر از ترس کرونا خودکشی کرده. خودکشی یعنی کرونا نگرفته، از ترس این چی بگیره خودکشی کرده. یعنی اینقدر مردم در خوف و حراس هستن. اما وقت از تشریف آوردن اون نعمت ها را چی میبینن، وفور نعمت، آزادی، اینا چی میبینن، یتمنى الاحیاء الاموات، اونها که زنده هستن مرده هاشون را آرزو میکنن، یا ای کاش پدرم زنده بود این ایام را میدید، ای کاش فلان دوستم که مثلا مسجد سهله بایشو میرفته، مثلا مسجد جمکران میرفته، مثلا در دعای ندوه بودیم، در دعای آل یاسین بودیم، ای کاش زنده بود و این روز مبارک را میدید. یعنی قبلا مردم اونقدر به تنگ می آیند که از زندگی سیر می شن، آرزوی مردن می کنن، ولی وقت از تشریف آوردن مردم خوشحال می شن و آرزو می کنن که ای کاش عزیزانشون زنده بودند و اون روزهای مقدس میمون و مبارک را می دیدن. در حدیث شریفی داریم که وقت از تشریف آوردن مؤمنان در قبر به دیدن همدیگر می روند، یتزاورون، همدیگر را زیارت می کنند و یتباشرون، و همدیگر بشارت می کنند، ای فلان الحمدلله مولایت آمده، آقایت آمده، الحمدلله اون روزهایی که آرزو می کرده الان تحقق یافته. این هم باز به عنوان یک قضیه، چون قد مردم خوشحال می شن که
امواتشون آرزو میکنن و اموات هم از اون عالم، عالم برزخ، جانزا چشمشون بازه و سر و کل یوم حدید بهتر میتونن که جهان را ببینن، به همدیگه بشارت میدن که الحمدلله مولای ما آمد. دیگه شماتتی نیست اگه امام زمان هست پچرا نمیاد، دیگه این شماتت ها تمام میشه، همه خوشحال میشن. امیدوارم انشاءالله خدا هر چی زودتر اون ایام را برسانه، همه عزیزانی که این برنامه را میبینن مشمول عنایت باشن انشاءالله. انشاءالله خیلی ممنون و متشکرم آقای مهدی پور، بسیار بسیار لطف کردید و بزرگواری فرمودید از اینکه مستفیض فرمودید ما رو با این بیانات ارزشمند و دل ما رو جلا دادید. حقیقتا با بیان نام آقا بقیت الله العظم انشاءالله، هرچند مطالبی که بیان فرمودید در قالب احادیث راجع به نام و کنیه آقا بقیت الله بود، ولی همین اندازه هم خیلی مهم هست که اگر ما دقت بکنیم به این احادیث ارزنده میتونیم سره رو از ناسره تشخیص بدیم تا مقدار بسیار زیادی، و حواسمون باشه که در دام مدعیان دروغینی همچون احمد الحسن و غیره که ادعای حالا نائبی امام زمان یا حتی ادعای امام زمانی کردن رو نخوریم و گول اونها رو نخوریم و در دام اونها قرار نگیریم. انشالله که خدای عزوجل ما رو محفوظ بداره از هر گونه فتنه و دام و شبهه‌ای که میتونه متزلزل بکنه اعتقادات ما رو و روز به روز و آن به آن بر اعتقاد ما، بر تمسک ما و بر علقه بین دل ما و اهل بیت عصمت و طهارت انشاءالله افزوده بشه و این علقه قدرتمندتر و محکمتر بشه تا روزی که آقا بقیت الله ظهور بفرمایند و امر کنند که در بین دو دست ایشون مبارزه بکنیم، در بین دو دست ایشون جان خودمون رو فدا بکنیم و انشالله از یاران اون حضرت باشیم. من باز هم تشکر میکنم از شما جای مهدی پور و شما رو به خدای بزرگ و منان میسپارم تا فردا که مجددا در خدمتون باشیم. انشالله در خدمتیم. ممنونم، تشکر. زنده باشید. خب بینندگان عزیز و ارجمند، سپاسگزارم از اینکه شما تا به این لحظه با ما همراه بودید با برنامه سرزمین عشق، برنامه خودتون، و باز هم تأکید میکنم اگر سوالی، پیشنهادی، انتقادی یا هر نکته‌ای راجع به این برنامه و سوالاتی که مایل هستید از کارشناس عزیز برنامه پرسیده بشه به ذهنتون میرسه، حتما از طریق روابط عمومی شبکه امام حسین علیه السلام برای ما ارسال بکنید. اگر هم با خود بنده به صورت مستقیم ارتباط دارید از طریق کانال موجود شبکه امام حسین یا از طریق در حقیقت راه‌های ارتباطی که بنده در خدمتتون هستم میتونید مستقیما سوالاتتون رو برای من بفرستید و در خدمتتون باشیم. هر کجا هستید موفق و پیروز و سربلند، التماس دعا و یا مرغ دلم به سویت پر میزنه شبونه، پر میزنه شبونه، مولای من حسین جان.